از بهترین مکانهای روی زمین مساجده، خانه های خداست. بیت الله که به هیچ کس تعلق و اختصاص نداره، حتی به اون کسی که مسجد را ساخته. به مجردی که این مسجد ساخته شد با این نیت، مالک آن، صاحب آن، همه کاری اون خداوند متعاله. و انسانهایی که در اون مکان حضور پیدا می کنند مهمان خدا هستند، چون به دعوت خدا به اونجا آمده اند. و بهترین مساجد هم می دونیم سه تا مسجده، یکی مسجد الحرام که هر نماز در اونجا به اندازه 100,000 نماز در جاهای دیگر ثواب داره. بعد از اون مسجد النبی در مدینه منوره که پایگاه نشر علم و دعوت به اسلام و تربیت انسانهای لایق و شایسته بود، و بعد از آن مسجد الاقصا در مدینه منوره، مسجد النبی که ثواب هر نماز به اندازه 1,000 نماز، و مسجد الاقصا در شام در فلسطین که هر نماز در آنجا برابر با 500 نماز در مساجد دیگره، که امیدواریم خداوند متعال آزادی مسجد الاقصا را نصیب مسلمان ها بگرداند و شر صهیونیست ها از امت اسلامی و از مسجد الاقصا کوتاه بگردانه، تا مسلمان ها با فراغت بال بتوانند نخستین قبله و سومین حرم اسلامی را زیارت کنند. بعد از آن سایر مساجد که مساجد جامع هم از مساجد دیگر برتری داره. یکی از سنت های اسلامی در رابطه با مساجد که نقش مؤثری در تهذیب نفس انسان و تربیت روحی و نفسی انسان داره، عبادت اعتکاف. می دونیم که خود مسجد نمازی به نام تحیه داره. انسان وقتی وارد مسجد میشه، برای هر کاری وارد مسجد شد، چه وقت نماز باشه چه غیر وقت نماز باشه، سنت دو رکعت نماز به نیت تحیه مسجد به جای آورد. از عبادات مهمی که در مسجد انجام میگیره، اول نمازه. علت نامگذاری این خانه ها به مسجد هم همینه. مسجد یعنی محل سجود، یعنی سجودگاه. انسان ها برای ادای فریضه نمازشون بهترین خانه ها، بهترین مکان ها، پاکترین جاها که تعلق به هیچ فرد خاصی نداره انتخاب میکنن و حال و هوای خاصی به دست میارن. پس سعی کنیم نمازهامون، نمازهای فرضمون، همیشه در همه ماهای سال، در همه وقتهای پنجگانه، در مساجد، در بیوت خدا، در خانه های خدا انجام بگیرد، که هم با نمازگزاران باشه، با اهل محله باشه. انسان از فضیلت تکبیر تحرم با امام سعی کنه و حضور در صف اول برخوردار باشه و آمین گفتنش همراه امام خودش یک امتیاز و صاحب یک برکاتی است. دومین عباداتی که در مسجد انجام میگیره و اختصاص به مسجد داره، در جاهای دیگر نمیشه انجام داد. نماز اگر انسان نتونه در مسجد حضور پیدا بکنه، در جای دیگر میشه، ولی اون عبادت دوم که اعتکاف باشه، اعتکاف فقط و فقط اختصاص به مساجد داره. کسی نمیتونه بگه من عذر دارم نمیتونم به مسجد بیام، در کنج خانه خودم معتکف میشوم. کافی است که من از خانواده و زن و فرزند فاصله بگیرم، مشغول عبادت باشم، به عبادت بپردازم، فکر من، ذهن من متوجه عبادت و خلوت کردن با الله باشه، در کنج خانم نه. اعتکاف در مسجده، اونجا که خداوند متعال میفرماید در سوره بقره،
ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، با زنانتون هم بستر نشوید در حالی که در حال اعتکاف در مسجد هستید. پس اعتکاف محلش مسجده. اعتکاف هم یک سنت قدیمی بوده، قبل از اسلام هم مشروع بوده و در بین امتهای قبل از اسلام هم متداول بوده، چنان که الله تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیهم السلام دستور میده ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والركع السجود، شما خانه مرا بیت الحق بیت الله کعبه اطراف کعبه پاک نگه دارید برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و رکع سجود و نمازگزاران و رکع سجود و نمازگزاران. پس مسجد برای اعتکاف، برای نمازه. و دیگر برای چیه مساجد؟ برای تلاوت قرآن. تلاوت قرآن همه جا میشه انجام داد، در خانه، در مسجد. ولی اگر چنانچه گروهی برگزار بشه تلاوت قرآن در مسجد، یک امتیاز ویژه‌ای داره. در حدیث مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله و یتدارسونه بینهم الا نزلت علیهم السکینه و غشیتهم الرحمه و حفتهم الملائکه و ذکرهم الله فی من عنده. هر قومی که در مسجدی گرد هم بیایند، قرآن را تلاوت کنند، به صورت مدارسه قرآن را تلاوت بکنند یا به تنهایی فرادا هم قرآن بخونند، آرامش بر دلهای آنها نزول پیدا میکنه، همون آرامشی که خداوند متعال بر دل پاک پیامبر اکرم علیه الصلاة والسلام در غار ثور و بر دل ابوبکر صدیق رضی الله عنه در غار ثور نازل کرد، و همون آرامشی که خداوند متعال بر دل مؤمنان راستین نازل می کند. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، و آرامشی که خداوند بر دل تلاوت کنندگان قرآن مجید در مساجد نازل می کند. الا نزلت علیهم السکینه، آرامش، غشیتهم الرحمه، رحمت الله آنها را فرا می گیره، و حفتهم الملائکه، فرشتگان آنها را احاطه می کنند، و ذکرهم الله فی من عنده، الله تبارک و تعالی از آنها یاد می کند در بین بندگان مقربش که فرشتگان باشه. اعتکاف ثواب فراوان داره، اجر زیاد داره، چون مانند روزه، در آن اخلاص بیشتر هست به نسبت سایر عبادت ها. و اصولا یکی از فلسفه اصلی اعتکاف دستیابی به اخلاص، که انسان اخلاصش برای خدا بیشتر باشه. و زمانی عبادات ما، نماز و روزه و حج و زکات و قرآن و ذکر و دعامون به درجه قبول میرسه که اخلاص درش باشد. اما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، امر و فرمان داده نشدند مگر اینکه خدا را با اخلاص، از روی اخلاص بندگی کنند. این فرمان خداست، این خواسته پروردگار عالم از همه بندگانش است که عبادت خالص برای الله باشد. پس هر عبادتی که به انسان کمک میکنه برای دستیابی به اخلاص، جایگاه زیادی دارد، اجر فراوانی دارد. اعتکاف احکامی دارد. حکم اعتکاف چیه؟ اعتکاف سنته، سنت مؤکده، سنت مؤکد. سنت دو نوع سنت داریم، سنت عادی مطلق و سنت مؤکد که خیلی توصیه و سفارش شده بر آن. اعتکاف جزء سنت های مؤکده، به دلیل اینکه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها میگوید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاه الله تعالی، به خصوص در ده آخر ماه رمضان.
حضرت رسول همیشه دهه آخر ماه مبارک رمضان را در مسجد معتکف بود تا وقتی که از دنیا رفت. ثم اعتکف ازواجه من بعده، بعد از حضرت زنان پیامبر هم در مسجد پیامبر اکرم علیه الصلاة و السلام به اعتکاف نشستن در گوشه ای از مسجد با پرده و این سنت مهم را ادامه دادند. اصحاب یاران پیامبر، اصحاب کرام هم به سنت اعتکاف اهمیت زاید الوصف می دادند، به خصوص در ماه مبارک رمضان و در ایام عشر اواخر ماه مبارک رمضان که وقت خوبی برای تجرد برای الله و توجه به سوی خدا و تفرغ برای امر عبادت. در روایت داریم که حضرت عمر رضی الله عنه آمد خدمت حضرت بعد از این که مسلمان شد، گفت یا رسول الله من در جاهلیت قبل از اسلام نذر کرده بودم که در مسجد الحرام به اعتکاف بنشینم. وقتی انسان نذر میکنه، چیزی را نذر میکنه، اگر معصیت نباشه واجب میشه، سنتی که نذر کردی میشه واجب. شما نذر بکنی چند روز روزه بگیری، نذر بکنی همه دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیری واجب شد، نذر بکنی یک شب و یک روز یا ده آخر رمضان در مسجد معتکف باشی، این اعتکاف میشه واجب. اگر نذر نکردی واجب نیست، سنت مؤکده. حضرت به عمر فرمود اوفی به نذرک، به نذر خودت وفا کن، یعنی واجبه که عمل کنی به نذر خودت گرچه در جاهلیت بوده. فرمود به نذر خودت وفا کن، تعهدی است که انسان به خدا داده، نذر این تعهد برای خدا دادن، و لذا انسان باید به تعهدات خودش اوفو بالعهود، به عهد و پیمان ها باید انسان وفادار باشه. هر عبادتی هم که نگاه کنیم، هر عبادت، نماز، زکات، حج، روزه، اعتکاف، ذکر، عیادت مریض، تشییع جنازه، هر کدام حکمت ها داره، بدون حکمت نیست. در تصفیه و تزکیه انسان، در خودسازی انسان، در پاک شدن انسان از گناه، در برون آمدن دل از دل مشغولی، از حالت مشغولیت، اینها تأثیر غیر قابل انکار داره. همه عبادت ها، بعضی با کم و بیش، بعضی عبادت ها تأثیر خیلی سریعی داره در خودسازی انسان، در توجه انسان به خداوند متعال، مانند اعتکاف، مانند عبادت اعتکاف، سنت اعتکاف. اعتکاف حکمت های زیاد داره، آثار و برکات فراوان داره. انسان وقتی در مسجد در خانه خدا معتکفه، احساس میکنه در یک حال و هوای دیگره، احساس میکنه در یک فضای معنوی بسیار بسیار تأثیرگذار بر اوست. این احساس را انسان درک میکنه، این تأثیر را انسان احساس میکنه، شکی درش نیست. به خصوص در شرایط امروزی که دل مشغولی ها خیلی زیاده، پرداختن به دنیا و رقابت در زمین و دنیا خیلی تنگاتنگ شده بین انسان ها، و نتیجه پرداختن به دنیا، حب به دنیا، حب به جا، قسوت و سنگدلی برای انسان عارض شده. انسان از این سنگدلی باید رهایی پیدا بکنه تا دلش نرم باشه. دل انسان نرم باشه به عبادات خدا، به خدمت به خلق خدا، به توبه و استغفار بیشتر اهمیت بده، بیشتر بپردازه. باید زمینه این کار فراهم بکنیم، باید این شرایط را برای خودمون فراهم بکنیم تا از قسوت قلب، از سنگدلی، از دل مشغولی، از خدا غافلی که آفت بسیار بد و خطر بسیار بدی است، رهایی پیدا کنیم. اصلی ترین و مؤثرترینش احیاء سنت اعتکاف در مساجد. الحمدلله
در این دو سه سال اخیر گرایش به احیای سنت در هر جا نگاه میکنیم بیشتر شده، به خصوص در بین جوانها. و جوانها اگر به عبادت و ذکر و یاد خدا و برگزار نمودن مراسم و شعائر دینی توجه بیشتر داشته باشند، اون جامعه یک جامعه موفق، میتونیم بگویم یک جامعه موفق داریم، یک جامعه ای که آینده خوب در انتظار داره خواهیم داشت، به شرط اینکه عبادات، تلاش ها و کوشش ها مقطعی نباشه، کیفی نباشه، با نیت خالص باشه، همش نیت پاک، هدف در اون مقدس باشه، هدف احیاء سنت باشه، هدف توجه به خدا باشه، هدف پاک شدن از گناه باشه، هدف کسب اجر و ثواب در پیشگاه الله تبارک و تعالی باشه.